بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، سلام های گرم و صمیمانه من به شما. امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم، همراه با همکارم حسین خدایی‌فر در خدمتون هستیم از یکی دیگه از برنامه های گفتگو. ماه آبان یادآور تأسیس حزب کمونیست کارگری هست. 27 سال پیش در چنین روزهایی حزب کمونیست کارگری تأسیس شد تا پرچم دفاع از حرمت و کرامت انسان رو در اهتزاز نگه داره. نزدیک به 3 دهه فعالیت درخشان و مؤثر حزب کمونیست کارگری و گذار از تندپیچ‌های حساس مدیون رهبری لایق و وجود کادرهای استوار با تجربه و پرکار و فعال این حزب است. هفته گذشته در بزرگداشت حزب کمونیست کارگری و در 27مین سالگرد تأسیس این حزب مراسمی در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار شد. عهده‌دار پیشبرد این مراسم عبدالله اسدی بود. عبدالله اسدی چهره‌ای هست که فکر می‌کنم خیلی از شماها می‌شناسینش. یکی از همون کادرهای برجسته، فعال، کسی که شانه‌هاش رو الان سال‌هاست زیر بار مسئولیت پیشبرد کارها و فعالیت‌های حزب قرار داده، عبدالله اسدی هست که به بهانه تأسیس حزب و سالگرد حزب و مراسم باشکوهی که در شهر گوتنبرگ برگزار شد سراغ ایشون میرم، با ایشون میشینیم و به گفتگو میپردازیم در رابطه با حزب و جایگاهمون. عبدالله اسدی سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگو. من هم به شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. 27مین سالگرد حزب رو داریم پیش رومون داریم و داریم پشت سرمون میذاریم 27 سال فعالیت این حزب. اگر بخواید در 2 دقیقه با توجه به وقتمون در رابطه با حزب و تعریفی از حزب ارائه بدید، چه برجستگی ها و چه ویژگی هایی برای حزب قائل هستید؟ خب اولین ویژگی یه حزب سیاسی این است که دارای یه برنامه ای هست، برنامه مدونی که به هر حال توی انقلاب 57 هیچ چپی نداشت و نه لایه کادری و رهبری اینچنینی داشت و نه دارای برنامه مدون مثل دنیای بهتر بود که در این برنامه دقیق میگه که جامعه رو چگونه اداره میکنه و این مهم هست و ما شاهدش نبودیم، قبلا نبود تو تاریخ چپ ایران که من نگاه میکنم چنین حزبی در چنین قامتی برای مبارزه علیه مناسبات سرمایه‌داری در ایران نبوده و این اولین حزبی هست در این قامت و در این ظرفیت ظاهر میشه. شما فعالیت این حزب رو اگر یک نگاه خیلی 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 کوتاه بهش بکنی همه اینا رو میبینی که به هر حال مبارزه این حزب علیه مجازات مرگ، علیه مجازات اعدام تاریخچه خیلی طولانی داره که کم سابقه است در جامعه ایران و اینکه ارزش انسان چقدر بالاست که این حزب با تمام توانش و تمام رسانه‌هاش و لایه کادری و اعضاش جامعه رو علیه مجازات مرگ که در ایران در این 40 سال وجود داشته بسیج کرده و سنگ تمام گذاشته و در این عرصه کار زیادی کرده و اینو با گفتمان مهمی در جامعه ایران تبدیل کرده. در دفاع از زندانیان سیاسی فرهنگ دیگری رو روید داده در جامعه ایران که میره که بگه دیگه ما زندانی سیاسی رو در هیچ تاریخی در ایران نخواهیم داشت، هیچ کس به خاطر باور سیاسیش و عقیدهش دستگیر، بازداشت و زندانی نمیشه و این جامعه باید آزاد بشه، هر کس با هر تعلق مذهبی، ملی، نژادی، جنسی و جنسیتی بتونه تو این جامعه حرفشو بزنه
و برنامه داشته باشه و روزنامه داشته باشه و رسانه داشته باشه و فعالیت کنه و یک آزادی به تمام معنا در جامعه ایران به وجود بیاد. دفاع از حقوق پناهندگی در 30 سال گذشته کم سابقه است. دفاع از حقوق زنان، علیه حجاب اجباری، علیه اسلام سیاسی در غرب و علیه جمهوری اسلامی و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و حزبی که میگه جمهوری اسلامی هیچ جناح مترقی درش نیست. همه این جمهوری اسلامی رو باید ساقط کرد، همه این جمهوری اسلامی رو باید سرنگون کرد با اصولگرش و اصلاح طلبش. حزبی که برحال در این قامت ظاهر شده حقیقتا کم سابقه است. این که میگه که جایگاه انسان کلن چقدر ارزش داره، چقدر مهم هست، فعالیتش در دفاع از حقوق کودکان، حقوق کودکان رو معنی کرده، شخصیت کودک، احترام کودک، رفاه کودک، آسایش و امنیت کودک، مدرسه و امکاناتی که باید به کودک در جامعه اختصاص داده بشه. اینا نکات مهمی هست که من میگم در تجربه‌ام، در شناختم از این حزب بگم اینها هستش در واقع. میدونم که خیلی مشکل تاریخچه 27 ساله یه حزب رو آدم بخواد در 2 دقیقه مطرح بکنه و بگه و نکات برجستش رو مطرح کنه. باز یه سوال یکم سخت دارم، همین تاریخچه یه حزب هست. 27 سال از تأسیس این حزب گذشته، نگاهی کوتاه بکنیم به تاریخچهش، ببینیم که در چه اوضاع سیاسی و در پاسخ به چه شرایط سیاسی اجتماعی حزب اعلام موجودیت کرد. بفرم. خب مقطعی که این حزب تشکیل شد درست در پایان مقطعی بود که پایان کمونیسم رو در دنیا اعلام کرده بودند و توجه دنیا رو به دموکراسی و بازار آزاد جلب کرده بودند و میگفتند که دیگه کمونیسم تاریخش تمام شده، دیگه اعتبارش تمام شده، دیگه این الگو دیگه به درد امروز نمیخوره، همه چیز در دموکراسی هست، دنیا باید بره به طرف دموکراسی غربی. و این اون موقع گفتش که تا زمانی که استثمار وجود داره، تا زمانی که بردگی وجود داره، تا زمانی که جامعه سرمایه‌داری وجود داشته باشه و استثمار کارگر به دست سرمایه‌دار وجود داشته باشه، این نیاز جامعه است به حزب این چنینی، نه در ایران، در همه دنیا. بنابراین درسته این حزب برای انقلابی درست شد که در ایران صورت بگیره، و اگر این انقلاب در ایران صورت می‌گرفت، تأثیرش در منطقه و در جهان خیلی بیشتر از این بود. و الان هم نگاه میکنیم این جامعه سرمایه‌داری به لحاظ تأمین رفاه، آسایش و امنیت برای جامعه به بنبست رسیده. جامعه به طور کلی طبقاتی هست و وقتی تا طبقات وجود داره، حزبی مثل حزب کنشگرگری برای اینکه سوق پیدا بکنه به یک جامعه آزاد و برابر، به سوسیالیزم، جامعه‌ای که درش استثمار نباشه، نیاز این جامعه هست. و چنین حزبی توی این مقطع باید از یک گوشه از دنیا تشکیل میشد و این تیپی نگاه میکرد به دنیا، به جهان، به زندگی، به مردم، به پناهنده، به کودکان، به فقر، به نابرابری، به فقر، به خیلی مسائلی که امروز به هر حال جامعه سرمایه‌داری به جامعه تحمیل کرده. و این فقر و فلاکت هیچ وقت پایانی پیدا نمی‌کنه، به ویژه در ایران که الان ما داریم صحبت می‌کنیم، نیاز مبرم به همچین حزبی وجود داره.
بله. خب شما فکر میکنم نیم بیشتر عمرتون رو فعالیت حزبی و تشکیلاتی کردید. شما به عنوان یک اکتیویست، به عنوان یک فعال، فعالیت حزبی جایگاهش چیه براتون؟ جایگاه فعالیت حزبی برای من درک اهمیت وجود یک حزب سیاسی مثل حزب کنشگرگری هست. اگر خیلی دیگه مثل ما فکر میکردن، مثل من فکر میکردن، خب باید میومدن عضو چنین حزبی میشدن و این حزب رو قدرتمندتر از این میکردن، برای اینکه بتونه جامعه رو اداره بکنه، برای اینکه بتونه نفوذ اجتماعی پیدا بکنه. کسی مثل من خب تلاشم در این زمینه هست، در جامعه فعالیتی که دارم میکنم، برای اینکه این حزب در اون عرصه هایی که روی دوش من به عنوان یک کادر حزب میفته بتونم هدایت کنم، رهبری کنم، تأثیر بذارم و در اون مسئولیتی که به عهده دارم بتونم گوشه هایی از این حزب رو اداره کنم، برای اینکه در فردای انقلاب ایران بتونه نقش اصلی و اساسی در اداره جامعه داشته باشه. اهمیتش برای من اینه، چون حزب برای جامعه اهمیت داره و من هم و صدها کادر دیگه برای این حزب اهمیت داریم و اینکه بتونیم این حزب رو به قدرت برسونیم، بتونه قدرت سیاسی کسب بکنه. هیچ حزبی بدون اینکه قدرت سیاسی رو بگیرن نمیتونن تغییرات بنیادی در جامعه ایجاد بکنن و این حزب درست شده برای اینکه این تغییرات بنیادی رو در عرصه های مختلف اجتماعی، در عرصه های مختلف زندگی مردم بتونه تغییر ایجاد بکنه، بید این جامعه رو تغییر بده و بتونه این جامعه رو به خوشبختی برسونه و بتونه جامعه رو برپا بکنه که دیگه در آن کودکان کار وجود نداره، دیگه در اون کارگر استثمار نمیشه و در اون زنا با اجبار پوشش اجباری ندارن و این و جامعه‌ای که زنا بتونن برابر با مردان در اداره جامعه نقش داشته باشن، که امروز 40 سال میبینیم که زنان در ایران فقط سرکوب میشن به خاطر تمایلاتشون به عشق، به زندگی، به دوست پسر داشتن، به اینکه زندگی شاد و مرفه داشته باشن، به اینکه مدرن زندگی بکنن، به اینکه پوشش امر شخصیشون باشه، میپوشن یا نمیپوشن، چگونه لباس میپوشن یا نمیپوشن، چگونه تحصیلشون، ازدواجشون، همه چیز خودشون اختیار خودشون رو در دست داشته باشن، که در ایران در این 40 سال زدن، کشتن، اسید پاشیدن بر روی زنها. و ما میخوایم بیایم این جامعه رو از این منجلاب اسلام سیاسی و از این سرکوب و نابرابری نجات بدیم. بله. خب این روزها هر کس به جامعه ایران نگاه کنه تب و تاب اون جامعه رو میتونه متوجه بشه، به خصوص به خیابون اومدن اعتراضات کارگری که با قدرت الان داره در جنوب ایران اتفاق میفته. فکر میکنید که حزب و فعالیت حزبی چه جایگاهی باید برای کارگرها داشته باشه؟ چه اهمیتی باید برای اونا داشته باشه یا شاید داره؟ به نظر شما، یعنی تعریف شما رو میخوام بشنوم. خب همین الان همین چند روزی که همین 20 روزی که در هفت‌تپه اعتراضات عظیم کارگری وجود داره، میتونی جای نشانه های فعالیت این حزب رو در اونجا ببینی، در فولاد اهواز ببینی، در مجموعه مجتمعی کارگری در ایران ببینی. و این حزب تلاش میکنه به هر حال در رأس دفاع از حقوق کارگری دفاع بکنه. به همین خاطر این حزب برای طبقه کارگر، برای کارگرها مهم است.
هیچ کارگری از راه فقط داشتن سازمان کارگری مثل اتحادیه و سندیکا و غیره نمیتونه جامعه رو اداره بکنه. به همین خاطر طبقه کارگر نیاز به حزب داره، حزبی که در تنپیچ های مختلف این طبقه رو نمایندگی میکنه و به قدرت میرسونه و میگه که چه سیاستی رو جامعه کارگری باید داشته باشه و کارگران در اونجا بتونن تحصیل بالا بکنن، بتونن در قامت بزرگی در جامعه ظاهر بشن. این طبقه ای هست که تمام ثروت و سامان جامعه رو اون تولید میکنه ولی هیچ وقت از قدرت برخوردار نیست، ولی هیچ وقت زندگی مرفعی نداره، ولی هیچ وقت اون اندازه‌ای که به هر حال در یه جامعه که رفاه و امکانات بیشتره در جامعه مثل ایران این شرایط رو کارگران ندارن، حق سازمان تشکل و مبارزه ندارن، حق اعتصاب ندارن. و این حزب سالها کوشیده به اینکه کارگران در ایران حق تشکل داشته باشن، حق اعتصاب داشته باشن، حق سالانه بشینن با کارفرما و دولت سر اضافه کردن حقوقشون و مبارزه بکنن و به عنوان بخش مهمی از جامعه کل این جامعه رو بتونن رهبری بکنن. این حزب میگه که کارگر در ایران زمانی میتونه به قدرت برسه و کل جامعه رو نجات بده و کل جامعه رو از این بدبختی نجات بده. کارگر میگه باید مبارزه زنه براش مهم باشه، کارگر باید زندانی سیاسی براش مهم باشه، کارگر باید مهم باشه که مجازات اعدام رو در ایران جلوشو بگیره، در مقابلش ایستادگی بکنه. کارگر باید این توانایی رو داشته باشه، این اختیارات رو داشته باشه، به هر نابرابری که در جامعه هست بتونه اعتراض بکنه. کارگر باید رهبران خودشو رو بکنه، بگه اینا رهبران منن، اینا سخنگویان منن. این حزب زمانی تلاش کرد که گفت کارگر باید رهبران خودشو در بدترین شرایط اختناق سیاسی دبه رو بکنه، دبه مطرح بکنه، بگه من یک طبقه مهمی هستم برای اداره جامعه، اینها هم رهبران حزب، رهبران کارگری من هستش. و این در این زمینه تلاش زیادی کرده، فعالیت زیادی کرده، با تلویزیونش، با اکسیونهاش، با برنامه‌هاش، با تلاش کم سابقش به عنوان و این موضوع به عنوان یک فرهنگ به گفتمان سیاسی در جامعه ایران تبدیل کنه و تبدیل کرده به طور واقعی. بله. خب فکر کنم تو ابتدای صحبتم توی مقدمه‌ای که گفتم اشاره کردم به وجود کادرهای استوار و فعال و غیره. شما هم توی صحبتاتون کم و بیش اشاره کردید به وجود کادرهایی که فعالیت‌های حزب رو پیش می‌برن. یه مقدار می‌خوام به قول معروف شسته رفته تر راجع به اینکه وجود کادرها و داشتن کادرهای فعال این حزب از نظر شما چه اهمیت و جایگاهی داره و چه اهمیتی برای حزب داره؟ خب طبیعیه حزب و کادرها پیش میبرن، کادرها استخوانبندی هر حزبی هستن، کادرها هستن سرنوشت این حزب رو تعیین میکنن. یه رهبری لایق و تیزبین و رهبر میتونه بالاخره این حزب رو اداره بکنه. این حزب برای کادر مهمه و این حزب برای کادر مهمه، این کادر برای حزب مهمه. به همین خاطر خب جایگاه خیلی مهمی داره کادر توی حزب کنسکارگری. خب بالاخره این حزب رو از تون پیچه مختلفی باید عبور بده، باید سیاستش رو ببره توی جامعه،
بعد مطالباتی که مطرح بکنه بتونه نمایندگی بکنه، برنامه و اهداف این حزب رو باید ببره نمایندگی بکنه و این حزب رو بشناسونه توی جامعه و بتونه این حزب رو به قدرت برسونه، بتونه این حزب رو به یک حزب قدرتمند تبدیل بکنه و این کادرها هستن که در این زمینه میتونن نقش ایفا بکنن، چون چارچوب این حزب و کادرهای این حزب هستن تشکیل میدن و به این معنا مسئولیتی که کادر در حزبی مثل حزب کنشگرگری داره خیلی فراتر از اون عضوی هست، یه عضو ساده ای هست که در این حزب در مبارزه میکنه. بنابراین مسئولیت با عهده باید بگیره و بتونه این حزب رو در تنبیچه مختلف سیاستاشو، آرمانشو، اهدافشو نمایندگی بکنه تا بتونه سرپا بمونه، هیچی، بتونه به قدرت برسه، بتونه نفوذ و ریشه اجتماعی در جامعه پیدا بکنه. هر حزبی نفوذ اجتماعی پیدا نکنه در اقشار، در میان اقشار مختلف جامعه نمیتونه دارای اون قدرت باشه، نمیتونه دارای اون اون پرستیژی رو داشته باشه که بتونه این جامعه رو از این شرایط در بیاره. یه حزب سیاسی برای طبقه کارگر ایران مهمه و به همین اندازه کادری که در این حزب فعالیت میکنه اون رساندن طبقه کارگر به خوشبختی، به آزادی، به یک زندگی مرفه براش مهمه و بدون حزب سیاسی هم به این خوشبختی نمیرسه و ما حزبی رو ساختیم برای اینکه جامعه رو به خوشبختی با این حزب برسونیم، بدون این نمیشه و به همین خاطر کاد وظایف خیلی خیلی مهمتری در عرصه های مختلف اجتماعی داره. یعنی کادی که در هر عرصه اجتماعی مثل خود من توی عرصه پناهندگی کار میکنم و تاثیرات خیلی زیادی هم گذاشتیم، سازمانی درست کردیم به اسم فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، از 30 سال گذشته در قامتی بسیار بالا در اروپا، در ترکیه، در همه جای دنیا از حقوق پناهندگان دفاع کردیم و به دولت غربی گفتیم که اینا از یک شرایط اختناق میان، اینا سرکوب میان، اینا زندانی شدن، اینا سرکوب شدن و مبارزشو نصفشون رو گرفتن، اعدام کردن. پناهندگان ایرانی حق دارن در این جامعه اقامت داشته باشن و به یک زندگی امن و به آسایش و به یک زندگی بهتر برسن. برای اینا کار کردیم. معلومه کادری که در عرصه کودکان کار میکنه، کادرهایی که در عرصه همین تلویزیون کار میکنن، کادرهایی که در عرصه داخل و تشکیلات داخل کار میکنن، مهم هست که این عرصه ها رو چگونه با هم هماهنگ میکنن و چگونه جامعه رو از این فعالیت ها مطلع میکنن و حول این سیاست ها جامعه رو به خط میکنن، بسیج میکنن و به هر حال این حزب به عنوان جریانی که میتونه جامعه رو نجات بده بتونه قدم به جلو بگذاره. بله عبدالله اسدی، من 2 دقیقه بیشتر فرصت ندارم و 2 تا سوال دارم، امیدوارم که بتونین هر کدوم تو 1 دقیقه پاسخ بدید که ما به 2 تا سوالمون برسیم. یکیش اینه که فکر کنم یه جورایی اشاره کردین، شما یکی از کادرهای حزب هستین و از قضا بسیار محبوب هستید، مردم خیلی دوستتون دارن، فراخوانایی که میدین خیلی خوب پاسخ میدن. نمونه آخرش برگزاری جشن سالگرد حزب بود، اون همه جمعیت رو خیلی راحت نمیشه، کسانی که توی بخصوص تو اروپا کار و فعالیت کردن اینو خیلی خوب میدونن که راحت نمیشه اون همه جمعیت رو جمع کرد مگر اینکه یک شخصیت محترم، محبوب و مورد علاقه آدم ها باشه که بگن فراخوانش رو جواب میدیم و میریم. نقطه قوت کار و فعالیت شما تو این مدت چی بوده؟ خیلی روشن، من توی عرصه پناهندگی کار کردم ولی این به این معنا نیست فقط بحث کار من توی فقط این عرصه، تو عرصه های مختلفی که این حزب داره بالاخره وجود داشتم، فعالیت کردم. ولی خب من در تاریخ خیلی طولانی در فدراسیون سراسری پناهندگان و در دفاع از حقوق پناهندگان دارم. ما سازمانی رو تشکیل دادیم که پناهندگان رو هیچ وقت به مذهبی و غیر مذهبی، به سیاسی و غیر سیاسی، به اینکه
کدام یک پناهنده واقعی هستن، کدام یک نیستن، و اینکه اون یکی مذهبی اون یکی غیر مذهبی تقسیم نکردیم و از حقوق پناهندگان ایرانی به طور عمومی و به عنوان انسان دفاع کردیم. یک دیپورت یک پناهجوی ایرانی رو به یک کارزار بزرگ علیه دولت غربی تبدیل کردیم و علیه جمهوری اسلامی تبدیل کردیم، دلسوزی کردیم، آدمها رو نجات دادیم، صدها نفر رو در بازداشتگاه در آوردیم و فعالیت‌های چشمگیری تو این زمینه کردیم. امکانات زیاد و خدمات زیادی رو به امور پناهندگان اختصاص دادیم، از سایت تا صفحه فیسبوکی تا کتابچه تا کار تلویزیونی تا مشاوره های بسیار بالا تا چرخیدن و سخنرانی کردن و معنی کردن زندگی پناهندگی در اروپا. مجموعه کارهای اینجوری هست که شاید ما رو برده توی اون جامعه و در میان مردم و در دل مردم ریشه پیدا کردیم، محبوبیت پیدا کردیم، بهمون احترام میذارن و میگن اینا هستن فقط میتونن انسانها رو مستقل از باور سیاسیشون، مذهبشون، جنسیتشون و شرایط جنسیتیشون کمک کنن و نجات دن. بله. این سال هم این کارو کردیم. بله. خب وقتمون تموم شده ولی من از صدا بردارمون خواهش میکنم یه دقیقه دیگه به من فرصت بدن. بله. من میخواستم بگم که اگر شما بخواین فراخوان بدین به مردم که بیاین به حزب بپیوندین، میگین چرا؟ چرا باید به حزب پیوست؟ باید به این حزب بپیوندن به خاطر همین کارهای با ارزشی که همین الان در این چند دقیقه من توضیح دادم. این حزب برای جامعه ایران مثل یک چشمه آب برای اهالی روستا مهمه، برای جامعه ایران در مقطع کنونی مهم است و به همین خاطر من همه رو، همه مردم رو فراخوان میدم که به این حزب بپیوندن و راهنمای سیاست و تاکتیک این حزب باشن و بتونن این حزب رو ببرن توی جامعه. به همین خاطر، به خاطر این عالمه از فعالیت و این کارهای بسیار با ارزش و انسانی که این حزب در عرصه های مختلف داره، به این حزب پیوستن معنی داره. بله. و باید به این حزب پیوست و باید این حزب رو قویتر از این کرد که الان هست. بله. برای اینکه بتونیم نجات بدیم جامعه رو. خیلی متشکرم از شما عبدالله اسدی، امیدوارم همیشه صداتون همچنان پرصلابت و پرتوان باشه. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با عبدالله اسدی از فعالین حزب کمونیست کارگری در رابطه با حزب و جایگاه اون، اهمیت حزب و جایگاه اون. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. من سیما بهاری با همکارم حسین خدایی‌فر برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزومندیم. پیروز باشید.